در این آموزش قصد داریم با دستوراتی در نرم افزار MATLAB آشنا بشیم که برای ما یک تصویر رنگی رو به یک تصویر سطح خاکستری و یا یک تصویر سیاه و سفید تبدیل بکنه. ما میتونیم با استفاده از دستور IMRead تک یک تصویر رو به داخل محیطمون بارگذاری کنیم. تایپ میکنیم IMRead پرانتز باز و در داخل آدرسش میگیم که newimg1.jpg رو برامون بارگذاری کن و در متغیری با نام img قرار بده. برای تبدیل کردن تصویر رنگی که الان تصویر img یک تصویر رنگی هست، ما میتونیم از rgb to gray استفاده کنیم که میاد و تصویر img رو به عنوان ورودی میگیره و یک تصویر سطح خاکستری برای ما ایجاد میکنه. ما تصویر سطح خاکستریمون رو در متغیر gray img قرار میدیم. همچنین دستوری در نرم افزار MATLAB وجود داره به نام im2bw که میاد یک تصویر رنگی و یا یک تصویر سیاه و سفید ورودی رو به یک تصویر لاجیکال و یا دودویی تبدیل میکنه. ما به عنوان ورودی میتونیم img رو بدیم و یا gray img رو بدیم، فرقی نمیکنه. ما img رو میدیم و تصویر bw img رو میگیریم. حالا میخوایم این تصاویر رو، سه تا تصویر رو در کنار همدیگه نمایش بدیم. برای این منظور ما میایم یک فیگور رسم میکنیم و دستور ساب پلات رو استفاده میکنیم. میگیم که بیا برای ما یک تصویر به صورت 2x2 ناحیه رو تقسیم بندی کن و تصویر اولش رو بیا img رو قرار بده. همین سابپلات رو برای تصاویر بعدیش رو هم قرار میدیم. میایم برای دومین تصویر میگیم gray img رو قرار بده و برای سومین تصویر بیا bw img رو قرار بده. حالا مجددا کد هامون رو میایم اجرا میکنیم، ببینیم که چه خروجی هایی برای ما تولید شده. مشاهده میکنیم که تصویری که در اول یا گوشه سمت چپ بالا از تصویر اولیه است، تصویر سطح خاکستری در سمت راست و تصویر لاجیکال یا دودویی در سمت پایین قرار داره. ما به عنوان پارامتر دوم دستور im2bw میتونیم یک آستانه رو وارد کنیم که بگیم که بر اساس این آستانه بیا و برای ما تبدیل کردن سطح خاکستری به مقدار لاجیکال رو انجام بده. مثلا بگیم که در واقع آستانه‌ای که ما اینجا میتونیم وارد کنیم آستانه‌ای بین 0 تا 1 هست. مقادیری که الان نرم افزار MATLAB داره باشون کار میکنه مقادیر بین 0 تا 1 هست. در واقع هر یک از ابعاد یا رنگ‌های مربوط به تصویر رو به صورت مقادیری بین 0 تا 1 در نظر میگیره. و اگر ما آستانه رو به عنوان پارامتر دوم im2bw وارد بکنیم، میتونیم مشخص کنیم که اگر از اون آستانه کمتر بود 0 و اگر بیشتر بود 1 در نظر بگیر. مثلا اگر من بیام و آستانه رو تبدیل به 0.7 بکنم، خروجی متفاوت خواهد شد. حالا برای اینکه خروجی رو هم مشاهده کنیم، یک بار با آستانه 5 نیم، یک بار با آستانه نیم میایم خروجی رو مشاهده میکنیم و یک بار هم با آستانه 0.7. آستانه 0.7 رو یه بار میگیریم و میایم با سابپلات چهارمین خونه مربوط به سابپلات BW2 رو نمایش میدیم. حالا اجرا میگیریم، میبینیم که شکلی که با استفاده از آستانه متفاوت یا 0.7 برای ما به دست اومد با اون چیزی که با نیم، حالت دیفالتش که نیم هست، به دست میاد مقداری متفاوت میشه و در واقع بستگی به مقدار پیکسل های تصویر انتظارمون هم همین است که تصویر لاجیکال متفاوتی به دست بیاد. در این آموزش با نحوه تبدیل کردن یک تصویر رنگی به یک تصویر سطح خاکستری و یا تصویر لاجیکال در نرم افزار MATLAB آشنا شدیم.